پل ورسک از زیباترین و مشهورترین پل‌های تاریخی ایران و از شاهکارهای مهندسی کشور محسوب می‌شود که هدف از ساخت آن تردد قطار به سمت شمال کشور بوده است. این پل در مدت زمان 2 سال ساخته شد. این پل که در مسیر راه آهن سراسری تهران شمال قرار دارد، نقش مهمی در سرنوشت جنگ جهانی دوم داشته است و اگر وجود نداشت، نتیجه دیگری برای جنگ رقم می‌خورد. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش اومدید. پل ورسک در کنار روستایی به همین نام در بالای دره ورسک و بین دو کوه عظیم عباس‌آباد جای گرفته و در مسیر خط آهن تهران شمال قرار دارد. این پل که از جاهای دیدنی سواد کوه به شمار می رود و عنوان بزرگترین پل راه آهن شمال کشور را از آن خود کرده است، در سال 1315 افتتاح شد. پل ورسک در ارتفاع 2140 متری بالاتر از سطح دریا ساخته شد، به طوری که ارتفاعش از ته دره به 110 متر می رسد و به دلیل همین ارتفاع در کتاب رکوردهای گینس هم ثبت شده است. پل ورسک جزو ارزشمندترین آثار فنی و مهندسی راه آهن در شمال کشور به حساب می آید که به همت یک شرکت دانمارکی ساخته شد. جلوه زیبای این پل که در طبیعت کوهستانی البرز قرار گرفته است، هر گردشگری را ترغیب می کند تا برای مدت کوتاهی هم که شده توقفی در طول مسیر خود داشته باشد و از این پل دیدنی بازدید کند. نقش تاریخی پل ورسک فقط به اتصال جنوب به شمال کشور خلاصه نمی شود، بلکه سرنوشت دنیا در دوران جنگ جهانی دوم را دستخوش تغییر کرد و اگر این پل و خط آهن آن ساخته نشده بود، شاید دنیای امروزی تحت حکمرانی نئونازی‌ها و طرفداران هیتلر قرار داشت. با توجه به نقش تاثیرگذار پل ورسک در جنگ جهانی دوم و کمک رسانی به اتحاد جماهیر شوروی، لقب پل پیروزی را به خود گرفت. فرماندهان متفقین اذعان داشتند که در صورت نبود راه آهن ایران، نقشه جهان تغییر می‌کرد. در جریان جنگ جهانی دوم، قوای روس و انگلیس در صدد ضربه زدن به آلمان هیتلری و نیروهای متحدش برآمدند و با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص ایران و وجود خط راه آهن و چاه‌های نفت، این کشور را به عنوان محلی برای جابجایی سریع اسلحه و مهمات بین نیروهای متفقین انتخاب کردند. به این ترتیب ایران در سال 1320 به اشغال ارتش متفقین درآمد و به دالان پارسی یا پرشین کوریدور معروف شد. وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلیس و از فرماندهان قوای متفقین، بر اهمیت پل ورسک در پیروزی آنها تاکید کرده بود. عده‌ای معتقدند که ورسک از نام روستایی در اطراف پل گرفته شده، اما ظاهراً این باور اشتباه است، زیرا در زمان احداث این پل، این روستا و کوههای اطراف آن با نام عباس‌آباد شناخته می شدند. بر اساس روایتی دیگر، این نام از روی اسم مهندس شژاووسک گرفته شده که در ساخت پل مشارکت داشته است، هرچند سندی برای اثبات این قضیه وجود ندارد. روایت معتبرتر از این قرار است که درخچه‌ای به نام ورس در همان حوالی می روید و از این رو پل مذکور و روستای نزدیک به آن در نهایت ورسک خوانده شدند. با این همه، نام پل در 23 تیر سال 1324 با پیشنهاد وزارت راه به پل پیروزی تغییر پیدا کرد. طرح این پل هوشمندانه و زیبا کار مهندسی اتریشی به نام لادیسلاوس فون رابسویچ بود. وی در مصاحبه‌ای در آن روزگار گفته بود: روزی که طرح احداث پل ورسک را تهیه کردم، مهندسان دیگر با نظر حیرت به آن می‌نگریستند و اجرای نقشه و احداث آن را در شمار یکی از فتوحات علم مهندسی به حساب می‌آوردند. حالا که این پل احداث شده است، همه من و رفقایم را تحسین می‌کنند و آن را در شمار بهترین پل‌های قشنگ و شاهکار مهندسی می‌دانند. هانس اوتوناتر، نابغه ریاضی و پلسازی که انجام محاسبات پل‌های راه آهن سراسری ایران تحت نظارت او انجام شد، سرپرستی مهندسان محاسب و طراح پل ورسک را نیز بر عهده داشت. کار ساخت پل در سال 1313 آغاز شد و در سال 1315 به پایان رسید و نتیجه آن پلی به طول 86 متر با 10 دهانه کوچک و 1 دهانه بزرگ 66 متری بود.
ساخت پل ورسک کمتر از 2 سال به طول انجامید که در این مدت چندین بار توسط رضا شاه مورد بازدید قرار گرفت. او برای افتتاح پل در روز 5 اردیبهشت 1315 شخصاً راهی این منطقه شد. آن هم از طریق خط راه آهن و قطاری که به دستور خودش ساخته شده بود. او در فیروزکو از قطار پیاده شد و خود را به محل پل ورسک رساند. اینطور روایت شده است که رضاخان از دیدن این شاهکار مهندسی حیرت زده می شود و برای اطمینان از استحکام پل دستور می دهد که سرمهندس اتریشی با خانوادهش در زیر پل قرار بگیرند تا اولین قطار از روی پل بگذرد. مصالح این سازه زیبا شامل سیمان، ملات، آجر و شن شسته شده است. از نکته های جالب در مصالح پل ورسک همین است که در ساخت آن از هیچ فولاد و سازه فلزی و آرماتوری یا بتون آرمه استفاده نشده است. در واقع سازنده فقط از ملات غیر مسلح برای ساخت پل استفاده کرده بود تا هزینه های ساخت پل را کاهش دهد. هنگام ساخت پل ورسک این تضمین داده شده که برای 70 سال پا بر جا خواهد بود. هرچند با گذشت بیش از 80 سال از آن روزگار هنوز هم مقتدرانه بر فراز دره عمیق ایستاده است و دانش و نبوغ و تعهد سازندگان خود را به رخ می کشد. دوستان عزیز، نظر شما درباره این شاهکار مهندسی چیه؟ اگر علاقه من به تاریخ و بناهای معماری ایران هستید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون از نگاهتون.